اسرائیل میگه دولت خودگردان فلسطینی در حالت کنونی نمیتونه تسلطی بر نوار غزه داشته باشه یا اونجا رو اداره کنه. حالت کنونی منظورش اینه که هنوز در مدارس در همه مدارس کرانه غربی هنوز میشه گفت ضد اسرائیلی اونجا تشویق زیاد میشه در مدارسشون، درس اون تربیت هایی که اون کودک های فلسطینی میبینن هنوز تربیت به صلح نیست، هنوز تربیت به جهاد و جنگ با اسرائیل. خود اون دولت فلسطینی هنوز مثلا دولت خودگردان فلسطینی نمواده مثلا جنایت 7 اکتبر رو محکوم کنه. منظور بنیامین نتانیاهو اینه که در این حالت کنونی نمیتونه این کار بکنه، ولی اگه در آینده تسلیحاتی در دولت خودگردان فلسطینی انجام بشه و یا مثلا مدارس اونجا تدریسشون عوض بشه، طرز فکرشون سو عوض بشه، واقعا صلح طلبانه باشه، امکان داره که یک سری از اون اشخاص دولت خودگردان فلسطینی بیان و در نوار غزه تسلط کنن. ولی اون دولت مگیری منظور محمود عباس و خیلی از اون سران فلسطینی نمیتونن اونجا مثلا این در حالت کنونی بهشون داده بشه، ولی تسلیحات در آینده امکان داره. ولی من فکر میکنم که این میتونه خیلی طول بکشه، این کار میتونه شاید 10 سال طول بکشه تا دولت خودگردان فلسطینی بتونه خودش رو عوض کنه اونطوری که بنیامین نتانیاهو میگه، اونطوری که اسرائیل میخواد. و میشه گفت به همون خاطر فعلا کمتر در بعد از اون اصلا خود این جنگ هم میتونه خیلی طولانی باشه. این جنگ من فکر نکنم تا ژانویه تموم بشه. این جنگ تا موقعی که اسرائیل تموم اهدافش نرسه این جنگ پایان نخواهد یافت. و سه اهداف مهم اسرائیل اینه که یکیش آزاد کردن تمام گروگان ها، دوم تسلط کامل به نوار غزه و نابود کردن حماس به عنوان یک نیروی نظامی و یک دولت در نوار غزه، کاملا پاکسازی تمام این تونل های زیرزمینی و که این نظامی ها اونجا هستن. این پاکسازی این تونل ها میتونه ماها طول بکشه، چیزی نیست که به این زودی تموم بشه.